ترکیه سالگرد کودتای نافرجام سال گذشته علیه دولت دولت آن کشور را برگزار می کند که به پاکسازی حدود 100 هزار کارمند و 40 هزار با نفر بازداشت توسط دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری منجر شده است. آمریکا کودتا را محکوم کرده است اما در چند مورد نیز با آنکارا مخالف است. جزئیات بیشتر در گزارش شهلا آراسته. اردوغان مخالف سیاسی خود فتو گلن مقیم آمریکا را به طراحی کودتا متهم و درخواست استرداد وی را کرده آمریکا میگوید بدون ارائه شواهد قابل توجیه از تحویل گلن خودداری می کند. جیمز جفری سفین پیشین آمریکا در ترکیه میگوید بدون مدرک برای اثبات اتهامات گلن استرداد وی مشکل خواهد بود این به موارد بسیار پیچیده بدل خواهد شد و من مدرکی ندیدم و تعجب خواهم کرد اگر شواهدی ارائه شود چون اگر شما قصد چنین کاری را دارید مدرکی به جا نمیذارید جیمز جفری میگوید طرفداران گلن با نفوذ در نیروهای مسلح پلیس و قوه قضاییه ترکیه نهایتا به طراحی کودتا کمک کردند ریچارد آوتسن مشاور نظامی وزارت خارجه آمریکا میگوید ارتش ترکیه پیش از کودتا درگیر نفاق جناهی بود من چند تن از افسران بسیار خوب نیروهای ویژه ارتش ترکیه را می شناسم که به دلیل آنکه بسیار سکولار بودند از ارتقا از یک رتبه خاص به بالا محروم شدند و آنها از بوسیدن دست کسانی که قدرت غیر رسمی را در دست دارند امتناع می کردند. سرهنگ آتسن با اشاره به تمرین های نظامی پس از کودتا میگوید با این حال ثابت شده نگرانی ها از اینکه پاکسازی های سیاسی ارتش ترکیه را تضعیف می کند بی اساس است. قدرت نظامی ترکیه آن کشور را یک عضو ارزشمند ناتو می کند ولی روابط آنکارا با غرب به خاطر سرکوب مخالفان و رفراندوم آوریل که به اردوغان تقریبا قدرتی نامحدود داد سرد شده و برخی تحلیلگران معتقدند اقتدارگرایی اردوغان احتمالا رشد خواهد کرد. <applause> یک شاخص در این رابطه بیانیه اخیر او بود که وضعیت اضطراری پس از کودتا تا زمان برقراری صلح و رفاه تمدید می شود. معیار صلح و رفاه را چطور تعیین می کنید؟ بنابراین تقریبا این انتها ندارد. این مسئله قطعا موجب مخالفت بسیاری در غرب خواهد شد اما تحلیلگران میگویند این امر به طور قابل ملاحظه ای اتحاد آمریکا ترکیه را تحت شعا قرار نخواهد داد که در پایان دادن به حیات داعش و جنگ سوریه و ماهار نفوذ منفی جمهوری اسلامی ایران در منطقه منافع مشترکی دارند. شهلا آراسته صدای آمریکا واشنگتن